بپردازیم به کارت. شهرام مدتی از صحنه دور بوده، الان دوباره برگشته، میخواد این کارو بکنه. البته الان این یک مزه بد تو دهن خیلی ها ممکنه گذاشته سر این فیلمی که از تو توی آلمان در اومده. شما یعنی واقعا فکر میکنید که یه نفری که من خودم رو میگم، فقط 24 سال زندگیشو گذاشته برای خوشحال کردن مردم، برای خاطر ساختن زندگی های مردم، حتی اگه برای 3 دقیقه عاشق شدن، قهر کرده بودن، با آهنگ زندگی کردن، حتی برای 2 دقیقه رقصیده باشن با آهنگ من، شما واقعا فکر میکنید بعد از این همه آهنگایی که من دادم بیرون و ملت باشون خاطره دارن، به خاطر یه برنامه و یا اشتباه، یا اشتباهی که دست منم نبوده؟ الان اگر حتی دست تو بوده، نه اصلا میگیم تقصیر من. آره، اگر که تقصیر من بوده. من نباید میرفتم. آره، اصلا میخوندم. اگر تو این مسئله رو قبول بکنی و قبول از مردم بگی آقا من این اشتباه کردم، من از شماها معذرت میخوام، 100%. این خیلی خوبه. من 100% من 100% اون شب تمام تقصیرها رو خودم روی دوش میگیرم. و همینجا هم از تمام عزیزانی که اونجا بودن، آدمی زیاد نیامده بود به خاطر اینکه قبل از 31 بود، شب 30 بود، شب قبل از شامبی 2300 نفر آدم بیشتر نیامده بود. 2300 نفر اگه یه نفرم اومده بود، من همون بر حال اگه کارمو خوب انجام میدادم، کارمو انجام میدم، ولی پشیمون هستم. ولی 100% پشیمون هستم به خاطر اینکه من اون اطمینان رو کردم و اون انتظار رو نداشتیم. تو وقتی انتظار نداری، گاردت بالا نیست، وقتی یهو از یه جایی از پشت سر یهو میخوری، انتظارش رو نداشتی، ولی باز تویی که باید بری، سرت هم داره گیج میره. هرچی هست، مردم اومدن، مردم اون شب حاضر بودن حتی عکس بگیرن، ولی من گفتم بذار من برم بالا دو سه تا آهنگ بخونم، در صورتی که خوابم داشت میومد، نمیتونستم حرف بزنم. بیش از 100 بار گفتم خستم. من کی تا به حال تو زندگیم رفتم رو استیج خسته باشم، به جز اینکه مردم به مردم همه دارن جیغ میزنن، عکس میگیرن. و به هر حال این روزا دیگه دوربین قسمتی از زندگی مردمه. ما جایی نیست بخوایم بریم غذا بخوریم، جایی نیست بخوایم بریم لباس بپوشیم، لباس بخریم، کاری بکنیم دوربین رو صورتمون نباشه. برای همین من خیلی راحت، ولی خبرنگاری گرفته بود ازت اون یه دونه دوربین، اون قشنگ میدونست، اون قشنگ همون زاویه ها رو خوب بلد بود، اون طرف خودش بوده که ورسه رو انداخته، قشنگ آماده بوده. دیدم از روز به هم داره همینطور میگیره. اون قشنگ آماده این کار رو خوب بود. هر کسی که این ویدیو رو گرفته و اون شخص که گذاشته، مطمئنا قشنگ میدونست جریان چی خواهد شد، که من قرار خوابم ببره و بگم خستم. و ولی به هر صورت درست. تو آهنگای پرخاطر دادی، مردم باش رقصیدن، مردم باش عاشق شدن، مردم تو باش تو ماشین باهاش لذت بردن. اما یه برنامه گذار یه خورده الان مشکوک میتونه باشه. چرا؟ بخاطر اینکه تو قهرمان بوکس جهان هم باشی، مایک تایسون هم بوده باشی، همیشه نگاهت بکنن به آخرین بازی که کردی، میگن آقا این آخرین بازی برده یا باخته، رو اون همیشه حساب میکنن دیگه. ببخشید بل نسبت شما، میگن آمریکایی‌ها یه جمله دارن، میگن اسب رو شرط میبندن رو آخرین بازی که دزدیده رفته برنده شدن. حالا شما هنرمند هستی، ما منظور من اصلا اون نیست. ما متاسفانه در فرهنگمون، حالا شما آمریکایی‌ها رو هم دارید میگید، حرفتون کاملا درسته البته، ولی اصولا تو فرهنگ ما همیشه دنبال یه سوژه بد راجع به همسایه‌مون، کسی که میشناسیم، حالا طرف معروف باشه که دیگه بدتر. حالا میخواد هنرمند باشه، بازیکن فوتبال باشه، یارو بهترین بازیکن آسیای ما در ایران داریم، داشتیم، یه بازی خراب میکرده، بازی آخرش یه گل از دست میداد، گل رو نمیزد، میلیون ها نفر فوش، خب اون فرهنگ ماست، فوش خار مادر براش بهشون میکشیدن. این میگید فرهنگ ماست، فرهنگ بد. شما راجع به فرهنگ 2500 و 5000 سال و 10000 سال بعضی اون فرهنگ صحبت میکنه. آره قبول دارم اونو.
خب پس یه سری چیزا هم باید خب باید درست کنیم. اگه من همچین مسئله‌ای برای من پیش اومده، حالا من خودم رو میگم که دست خودم هم نبوده، ولی باز تقصیر رو به خودم میگیرم که من اصلا نباید میرفتم رو استیج اون شب. مردم پولشون رو پس بگیرن، که مردم اکثرا پولشون رو پس گرفتن با برنامه گذاره. بعد از برنامه چی گذشت؟ بعد از برنامه یه سری 50-60 نفر آدم اومدن عکس گرفتن. هیچ من از یک نفر برنامه گذار با تو چی کرد؟ هیچی. خشم من رو رسوندن هتل. دختر بندری تو مال منی، نمیرم به کسی لبخند زنی. دختر بندری تو مال منی، نمیرم به کسی لبخند زنی. من با خانم رامش، آقای فرزین خدا بیامرز، خودم و یه رقص عربی، یه رقص عربی در فرانکفورت سالی که زلزله اومد، نه 93، یه بار یه زلزله دیگه گنده اومد که اونجایی ما فهمیدیم زلزله اومده. آقا خانم رامش رفت برنامه‌اش اجرا کرد، آقای فرزین خدا بیامرز برنامه‌اش اجرا کرد، منم رفتم برنامه اجرا کرد. این خانم رقص عربی نیومد. تو فکر کنی سالن چی شد؟ یه رقص عربی بینام و نشون که نوشته بودن برای یه رقص عربی مثلا فلانی زلیخا یا هر چیزی. خوب اسمیه. خوبه؟ آه. خب سالن ریخت به هم. مردم ما هنرمنداشون رو دیدن، خانم رامش رو بعد از سالها برای اولین بار دیدن، فرزین رو دیدن، من تازه کار رو دیدن. یه رقص عربی، سالن ریخته شد به هم، مردم رفتن رو استیج، سازا رو شیکوندن. ما از این فرهنگ داریم صحبت میکنیم عزیزم. من از این یه دونه دوبار برنامه نیست، ما دنبال یه سوژه هستیم که بخوایم یه برنامه رو. بعضی وقتا خیلی ها هستن که خیلی هم طرفدارن. من همین اندازه که دارن بد میگن، خیلی هم دارن طرفداری میکنن، میگن آقا تقصیرکار بوده، ما هم دیدیم این ویدیو رو. ولی خب دیگه شما دارید رد میشید، یه نفر رو دارن دار میزنن، اصلا نمیدونی جرمش چی بوده، وای میسی نگاه میکنی میگی بکشش. آخه شما نمیدونی واسه چی دارید میگی بکشش، طرف نمیدونی واسه چی دارن دار میزنن. یه عده 500 نفر دارن راه میرن، راه پیمایی میکنن، دنبالشون راه میفتید میرید. واسه چیه این راه پیمایی؟ چه دلیلیه؟ چرا اضافه میشید؟ دلیلشو بفهمید. این دونستن، توانایی دانش، حالا دانش از کتاب و مدرسه حتما نیست. خیلی ها هستن بی سوادن و باز فهمیدگیشو دارن، کسی رو بی تربیتی نیست. شما باز زبون تلخ انقدر زبون آسونیه، آسونترین زبون دنیاست زبون تلخ. زبون محبته که سخته. شما یه چیز خوب میبینی اون سخته، که اون لایکرها که میگن، هی میگن لایک و پایک و از این حرفا، که تو اونم راحت شده. نه حالا اصلا من لایک میزنم. نه اصلا لایک مثلا میگه ولش کن پر رو میشه، لایک نزنیم. حالا یارو طرف عکسم خالق میکنه، اون لایکه برای مثلا من فرقی میکنه اگه یه نفر بزنه یا هزار نفر. من کلا میگم این یه فقط یه صحبتی که داریم بین خودمون میکنیم. خوشمون بیاد، دوست داریم این مسئله رو، ولی تو زندگیمون فرقی نخواهد. شما وقتی من مثلا قیافم تو همه دارن خوب بوده، شما چرا یه او مثلا یه چیز میلیسی احد قیافت چرا اینجوری شده، چقدر بیریخ شدی، بیریخ که بودی الان. مثلا من این چیزها رو از 24 سال پیش وقتی شروع کردم شنیدم. اوایل به دل میگرفتم، بچه بودم، جوان بودم، بلد نبودم. بعد از چندین سال انقدر آسون شده این بد و بیراها رو شنیدن، چون انقدر طرفدارای خوب دارم، انقدر حمایتگران خوب دارم که حمایت هم میکنن، عشق به هم میدن، چه در کنسرت ها چه در سوشال میدیا.
اصلا اونا دیده نمیشه و من هیچ وقت جواب نمیدم. جوابشون خود مردم با هم صحبت میکنم. از بازگشت بگو. از بازگشتم، بازگشت که چه ارز کنم، من جایی نرفته بودم. چرا؟ یه مریض بودی، بیمارستان بودی. بیمارستان بودم به هر حال. ما سیرزنی داشتیم وسط، بعد اومدی برنامه عید، همه هنرمندا برات بلند شدن، دست زدن، لطف داشتن، همیشه عشق ریختی، عشق ریختند. امروز سالم میبینیمت. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر میکنم. چهرت سالمه، مغز و اینا رو نمیدونم هنوز، باید باهاش زندگی کنم و من میتونم اینطوری درباره تو صحبت کنم، چون از کودکی یا نوجوانیت باهات همراه بودیم و موفقیتت هم درش نقشی کوچیکی بوده داشتیم. صدف خب بازگشتت. بازگشت آلبومی که وجود نداره، آلبوم وجود داره. خب به هر حال بیش از 15 تا 20 تا 30 تا آهنگ خواهد بود و 7 8 تاش تا حالا در اومده طی این 4 5 سال گذشته. وردن آهنگ اول از همه نبودم. با درخواست طرفدارام، دوستام، بودن الان 7 8 تا آهنگ خیلی خوب، همون شهرام کاشانی استایل قدیمیش، خوشحالم، دختر بندری، نازی جون، استایلای خودمو یکم گم شده بودم. گم شده بودم به هر حال، هر میگم هر هنرمندی، باز نمیگم هر هنرمندی، من یه آدم اصلا نرمالی نیستم. از چه لحاظ؟ از هیچ لحاظ. من مثل یه آدم معمولی فکر نمی کنم، نه که دیوانه باشم. اوکی. نه ولی خب نه ترس، تو بهتر میدونی. ولی من از ترسی جز خدا ندارم. من از هیچی نمیترسم. از یه طرف بده که نترسی در کارت. من همین یه ماه گذشته یا ولی تو بیمارستان موش شده بودی یا نه؟ موش نشده بودم. چرا اونجا میترسیدی؟ من ابدا، من وقتی حتی اومدن به من گفتن 24 ساعت دیگه، من برگشتم به دکترم گفتم من هیچ جا نمیرم، من نمیمیرم. این کلمه قشنگی بود، درست قشنگ. انگلیسی بود یا فارسی بود؟ نه به فارسی بود یعنی؟ گفتم دکتر ایرانی بود؟ بله. گفتی من جایی نمیرم؟ گفتم من جایی نمیرم. ولی رفتم. آره. چه بهت گفتن که 30 خورده ثانیه، 30 چند ثانیه؟ 1 ثانیه. 31 ثانیه مردی وقتی بیدار شدم. وقتی یعنی برگردوندن، برگردوندن رفت بردنن تو ریکاوری روم، گفتن 31 ثانیه مرده بودی. هیچ حسی بود اون 31 ثانیه؟ بعدم چیزی میفهمه؟ چی میفهمی؟ سیاه بود؟ سفید بود؟ سفید. واقعا؟ پس این سفیده راسته؟ میگن سفیده؟ کاملا راست. ولی حس کردی 1 ثانیه است ها؟ برای من 1 ثانیه بود. درست مثل هواپیما که سوار میشید به طرف قسمت ابر سفید که میری، پنجره رو که نگاه میکنی، این سفید ابرای سفید که رد میشی، درست یه حالتی مثل ابرای سفید بود. تو البته تو اون قسمت داری حمد و سوره و سلامات و نیم ساعت اول داری دعاتو میکنی، تو ندیدی؟ نه من نمیبینم. تو موقع موقع دعا خوندن هم ابرار نگاه نمی کنم، با کسی حرف هم نمیزنی. تو شاهدش بودی. آره ولی خوشحال هستم، خوشحالم که میخندی، خوشحالم که امروز میبینمت. بسیار تصویر غمگین و ناراحت کننده بود زمانی که تو رو تو بیمارستان یو اس سی دیدم و دوست دارم که دوباره روی صحنه ما ببینیم تو رو و بخونی برامون. و امیدوارم من این کارم علی به راحتی به دست نیاوردم. اگر جایی هستم، هر جا که هستم، سعی کردم همیشه احترامو برای همه هنرمندای پیشکسوتم، حتی جوان‌ترا، همیشه برای همشون احترام گذاشتم، همشون رو دوست داشتم. اصلا
بدی تو خونه من نیست، من نمیتونم از کسی بدم بیاد، حتی میگم دشمنم. یه بابایی اومده بود پولمونو، یه عالمه پولمونو تو صندلی گفت برداشت، یه شبه نیست شد. به خدا من الان اونم ببینمش باز بیاد سلام کنه. بلد نیستم، یه سری چیزا رو باید بلد باشی. بد بودن باید بلد باشی، بد باشی. من حتی اکتش هم بخوام بکنم یارو میفهمه من دارم الکی اکت بد بودن. دوست داری ولی گاهی وقتا زمانی که عادی هستی نه، ولی زمانی که به قول خودت توی اون مود، توی اون مشروب که میخوردی 100% روی میشدی. میتونم بشم همون قدم، میتونم فانی و بامزه بشم. برای خودت؟ نه برای خیلی ها. نه برای ماها که نه دوست داری. اونا که بعضی وقتا دلخورم ازشون، مثلا مثل تو ممکنه بهت یه حمله هایی بشه. ولی به این نتیجه رسیدی که زندگی رو دوست داری؟ من زندگی رو دوست دارم، زندگی رو هر روز دوست دارم، روزانه. آها، یعنی چی؟ من زندگی رو، تصمیم 10 سال آینده رو براش نمیگیرم. 10 سال آینده مثل میری کار بگیری میگه 5 سال دیگه کجا خودتو میبینی؟ آه. من زندگی رو روز به روز. اگه از تو بپرسن کجا میبینی خودتو؟ فردا؟ 5 سال دیگه شما خودتو چطوری؟ راجع به فردا میتونم صحبت کنم. آخه؟ راجع به 5 سال دیگه هم هیچ موقع همچین سوال احمقانه از من کسی بخواد بکنه بهش میگم واقعا آدم احمقی است. چون نمیتونم. نمیتونم. نمیتونی حرف بزنی. نه. کسی نمیتونه. سوال احمقانه. امیدش هست. امید رو حساب کنه، برنامه‌ریزی میکنه به 5 سال آینده. من 5 سال آینده دوست دارم شهر لاس وگاس مال من باشه. خوبه. فکر خوبیه. که شما میخواین بیاین کنسرت پدرتون رو در بیارم. نذارم بیا برنامه بذاری. نه ولی کلا یه سری چیزا رویایی فکر کردن باید منطقی فکر کرد. من دوستم 52 سالشه، ماه پیش با میلیون ها دلار پول، فکر کنم خودت هم بشناسی، سعید نامی بود در آتلانتا، با زندگی خوب، همه چی، فقط استرس پول همش بیشتر میخواست، همین استرس پول و نگرانی های، با اینکه پول داشت هیچ وقت که خوشحال نبود هیچی. یه شب هم سکته کرد از بین ما رفت. یه آدم خوب، خوش‌ذوق، مهربون. برای همین اصلا برام زیاد اول از همه پول مهم نیست. پول اندازه‌ای برام مهمه که راحتی داشته باشم، خوب زندگی کنم، خانواده‌ام بتونم برسم، دور و بریام راحت باشن، کسایی که دوستشون دارم. و اگه انتظاری از من کسی داره، برای همه چی پول نیست، حتی یه محبت، یه تلفن. من بعضی وقتا به یه نفر میزنم شاید روزش عوض شه، یا همینطور برعکس، یکی از دوستای من مثلا حامد به من زنگ بزنه شاید تمام روز من عوض شه، اگه من مثلا یا تو مثلا یه وقت من حالم بده و صدا تو بشنوم، یا یه موزیک خوب بشنوم، یه موزیکی که دوست دارم میشنوم، اصلا تمام مود روزم عوض میشه. برای همین من میگم من زندگی روزمره رو خیلی بیشتر از طولانی دیدنش دوست دارم ببینم. بگم حداقل یه ساعت دیگه خوام بریم رستوران فلانجات این غذا رو. این برای من یه دریم خیلی قشنگتره، یه خواب خیلی بیشتر لذت میتونم ببرم، چون وقتش خیلی کوتاه‌تره و میتونم سریعاً بهش برسم، حتی با یه غذا خوردن، حتی با یک سینما رفتن، حتی یه کنسرت گرفتن. او برنامه، چشم، حتما، واو، برنامه گرفتیم، یس، تور گرفتیم. برنامه و خوندن و همه این حرفا جای خودش. از مردم چی میخوای؟ امروز از مردم چی دوست داری؟ چه توقعی داری؟ مردم از تو توقع دارن و داشتن همیشه. مردم از هنرمندان توقع دارن، ولی من از خیلی از مردم دلخورم.
از خیلی هاشون. خیلی هاشون هم نه، خیلی هاشون به هر حال طرفدار بودن. از انتقاداتشون، از زود قضاوت کردناشون، از اینکه سالهای سال نوارها، سیدیها و دانلودهای ما رو در این روزها مجانی استفاده کردن، نه من، صدها هنرمند دیگه، بالای میلیونها کپی شده. ما خیلی از هنرمندانمون، از پیشکسوتهای من، وقتی مثلا یه عکس در فرست کلاس یا در یه اتوبوس شیک میندازن تو اینستاگرام یا فیسبوکشون، از هزار تا مسیجی که براشون کامنتی که میاد ممکنه 20 تا 30 تاش چیزای احمقانه نوشته باشن که اصلا این هنرمندای ما بعضی ها اصلا فکرشو نمی کنن. شما وقتی دارید میگید شما برای بالای 100 میلیون نفر داری میشناسنت، از کشورهای همسایه، کشور خودمون، شما چطور اینا هر کدومشون باید هواپیمای جت شخصی خودشونو داشته باشن، باید جزیره خودشونو داشته باشن. مثل یه فوتبال، مثل این فوتبالیستا که نماله حالا ایران، ایران ما فوتبالیستای ایرانمون هم خیلی پول خوبی در میارن، ولی اونا که مثلا تو بارسلون هستن، ریال مادرید هستن، حالا مسی یا تو هر کدوم از اینا، اینا تو قشنگ میتونن یه جزیره بخرن به جز اینکه جت و اینا خودشونو دارن. ما هنرمندای ما چرا نباید خوب زندگی کنن؟ چرا یه هنرمند ما به من میاد میگه شهرام وقتی میخوای بری عروسی یا میخوای بری کنسرت با ماشین خوب نرو؟ واسه چی من با ماشین خوب نرم؟ ماشینت بهتر از اون صاحب عروسی مثلا نباشه؟ واسه چی؟ چرا؟ 100% من یه فرقی داشتم، یه فرقی بین من و ایشون هست که من پول دارم، پول به من پول دادن که من برم، یا مردم دارن پول میدن که بیان منو ببینن. و یکی دیگه، این هنر برای مردم، برای من خیلی جالبه. من خیلی دوست دارم ترجمه اینو یه دارو ترجمه ای، یه جایی که واقعا بتونه برای من ترجمه کنه، به من یه نفر بیاد بگه هنر برای مردم یعنی چی؟ منظورت یعنی چی؟ کدوم هنر برای من؟ نمیفهمم. مردم میگن آقا شما هنرمندی، هنرمند مردمی هستی، هنر برای مردمه. من بقالی خونمون سر خیابون برای کی کار میکنه؟ قصابمون، دکترم، دکتر قلب شما واسه کی کار میکنه؟ برای مردم. من حیواناته، برای مردم کار میکنن. شما اگر بیمار بودید و یا من اگر بیمار بودم داشتم میمردم، اگه اون کارت اینشورنس همو نداشتم، منو نگر میداشتن اونجا آقای امیر قاسمی؟ نه خیر. پس این چه نوع مگه اون مردم اون توقع دارن که شما مجانی مثلا اجرا کنی یا برنامه مجانی باشه ولی برای چیزای دیگه پول؟ من اینو مثلا رو عنوان کردم قبلا، موافقم باهات. من این کلمه رو نمیفهمم. من دکتر من برای کی کار میکنه که اگر بچه یا دکترای هر جا تو ایران یه بچه مریض، مادر دستش گرفته داره میره تا ورقا رو پر نکنه، بچه داره میمیره، تا ورقا رو پر نکنه، تا نرید حسابو پرداخت نکنید، بچه رو دستشونه. اون دکتر برای کی کار میکنه؟ اون دکتر برای مردم کار میکنه. برید پس فردارید بگید بیان همه بیان مجانی. ما داریم کار انجام میدیم. هنرمند شاید یه دکتر برای یه منطقه کار کنه، در یه ناحیه اگر خیلی کارش خوب باشه شاید تو دنیا بشناسنش، از هر نقاط دنیا بیان. به هر حال به اندازه یه هنرمند نمیتونه مشهور باشه یا مطرح باشه. کار هنری اصلا فرق داره. درست. هنر پیشگی، خوانندگی. من فقط ناراحتیم اینه که این انتظارای بیجا باید بره کنار. ما داریم کار میکنیم، ما عینه و شما کرایه خونه داریم،
پول آب میدیم، برق، گاز، پول ماشین، بیمه، همون چیزایی که شما مالیات هم مالیات هم میدیم. بله معلومه که میدیم، میان سراغت، پدرت هم در میارن اینجا ندی. برحال ما هم برحال انسانی، ما هم آدم معمولی هستیم، فقط کارمون رشتمون فرق داره، میخونیم، سعی میکنیم خوشحالتون کنیم. اگر خوشحال میشید، اگر موزیکمون رو دوست دارید، پسند میکنید، تشریف میارید، حمایتمون کنید. از سیدی هامون که دیگه شرکت های موسیقی که دیگه شرکتی نموند، آلبومی دیگه وجود نداره. اگه آلبومی هم کسی داره میزنه، از جیبش داره خرج میکنه که فقط به عنوان یه شناسنامه ای، یه تاریخچه‌ای برای خودش بذاره. اگه من فردا سال دیگه یه 18 تا 20 تا از آهنگامو یه آلبوم کردم، بدونید این آلبوم برای فروش نبوده. این آلبوم فقط به عنوان یه یادگاری خواهد اومد بیرون که من بگم آقا تو دفترچه زندگیم بگم اینم مثلا آلبوم دهمه، نهمه، هر چی. اینم قسمتی از زندگی من. کنارم میمونی عشقی میدونم، واسه این حال خوب من ازت ممنونم. با این احساس پاکو تو چشمات میخونم، و به این دنیامو من به تو مدیونم. کنارم میمونی که عشقی میدونم، واسه این حال خوب من ازت ممنونم. با این احساس پاکو تو چشمات میخونم، همه این دنیامو من به تو مدیونم. از دست کی دلخوری؟ از دست کسی دلخور نیستم. هیچ. از دست خودم از همه بیشتر دلخورم. چرا؟ خیلی لجبازی با خودم میکنم. بچه جدیدی که اومدن چی فکر کنید دربارشون؟ من بچه های جدید تو آمریکا. اومدن
باز فراموش نکنین این بچه ها اکثرا 10-15 سال هر کدومشون زحمت کشیدن، خواستن بیان. اگر یهو شده و اومدن بعد از 15 سال 10 سال زحمت یا هر چقدر زحمت کشیدن که میخواستن باشن در محیط هنری و الان با یه آهنگ دو آهنگ به هر حال مطرح شدن، خب این مطرح شدن خیلی کار آسونیه، چون میتونه یه حباب باشه، میتونه یه فصل باشه. اون فصل رو اگه بتونن ادامه بدن، من بهش میگم فصل و یا ستون بندی. شما وقتی ستون رو از ریشه از درست ستون بندی میکنی، این ساختمون رو میخوای بسازی، خیلی سخت میفته. ولی وقتی با چوب و اینا بخوای بزنی و همین جوری بخوای دو سه تا آهنگت بیاد و بیرون بعد دیگه ول کنید پشتشو، خیلی راحت همون جوری که به همون راحتی که اومدید بالا به همون راحتی هم میتونن برن. شهرم یه سری آهنگ خوندی، مثل نمیدونم دختره پسره به دختر دوست دخترم نگاه میکرد، زنم دماغشو شکوندم و اینا، اصلا فضات با فضای شهرام کاشانی فرق میکرد. این چه روزایی از زندگیت بود؟ دوست داشتم حرفت راستو بزنم، دوست داشتم یه قصه ای تعریف کرده باشم، چون همچین چیزی برام پیش اومده بود. و دماغ یارو رو شکوندی واقعا؟ دماغ یارو رو نشکوندم، ولی کله بهش زدم، انداختمش. واقعا؟ آره. پس یعنی بخش از زندگیت این نبوده؟ بود، داستان بود، واقعا قصه، یعنی قصه راستی بود، حقیقت داشت. خب کلاب میرید، باید قبول کنی، به هر حال نگاه میکنن، ولی بی احترامی نکنن. نگاه کردن اوکیه، بی احترامی وقتی میشه به هر حال. پس در همون حالا دعوا، تو دل دعوا نبودی آخه؟ من اهل دعوا نیستم. You were a lover not a fighter. لاور بیشتر لاور بودم. ولی من حقمو میگیرم، حقمو نمیذارم دیگه الکی پای مال دیگه. بشه دیگه. آها. قبلا چشمو میبستم رد میشدم، اما الان بهت گفتم خیلی از اخلاقم عوض شده، به خوبیت، به بهتر شدن خودم، و این به نفع من خواهد بود. حقمو بخورن، پولمو بخوام بخورن. گفتم پول، پول ما رو که این چه میدی؟ ببین من دوست دارم که ببینیم تو رو روی صحنه، دوست دارم که بر آهنگای مختلفت رو بشنویم، کارات رو ببینیم و سالم باشی. همه بچه ها هم اینو دوست دارن از تو ببینن. خیلی به من لطف داشتم، هم مردم هم هنرمندا، فراموش نکن. با کسی الان در ارتباط هستی از هنرمندا؟ من بیشتر با شهیاد در تماس هستم از هنرمندا. بقیه هم این برانور به هر حال وقتی میبینیم دور هم جمع هستیم دیگه، همونطور که گفتی من بچه خانه کوچیک هنرمنده بود. نه هنوز هستم، هنوز هستم، هنوز یکم این بزرگه الان. نه الان یکم یکم ترس میترسونتشون که این الان چی کار میکنه براشون مهمه. الان چیه برنامه‌شو نمیدونن که نکس منت دقیقه بعدی چی خواهد شد. من فکرم خودت ولی میدونی دیگه، صد درصد الان دیگه خودت میدونی. خب خوشحالم با حرف زدن. منم همینطور. روزهای خوبی رو با هم در گذشته داشتیم، شبهای طولانی رو با هم سپری کردیم. بله بله. چه در بولینگ، چه در پای ویدیو گیم تو خونه، چه با هم رفتن به سینما سالها. و خب گاهی وقتا دلمون تنگ میشه واسه اون موقع. منم همینطور. و دوست دارم که یه خود الان فاصلت با ما زیاد شده، یه ساعت و نیم رانندگی داری تا بخواه به ما برسی. چرا میام؟ من به هر حال چون استودیوم الی هستش دیگه، هفته یه باری سر میزنم و بعد قرار بذاریم باز شروع کنیم یه سری کارهای غیر از هنری انجام بدیم مثل قبلا، باز همدیگر رو بیشتر ببینیم، نزدیک بشیم. به هر حال واقعا زندگی
خیلی کوتاه‌تر از اینه که آدم فکرشو میکنه و مثل باد میگذره و چقدر خوب که بتونیم خوب بگذرونیمش، با هم خوب باشیم، بدیه همو نخواهیم. همین، خیلی ساده است، انقدر زندگی راحته. امیدوارم همینطور هم باشه، امیدوارم که عمر طولانی داشته باشی و مرسی. سالم باشی. دکتر مکتور دیگه مشکل نداره کردن؟ نه، من هر سه ماه آزمایشامو میدم، خدا رو شکر همه چیم تو این دو سال و نیمه گذشته همه چی اوکی بوده، نرمال. الان که دیگه همه چی نرمال شده، خب خدا رو شکر، به هر حال همه چی دست خداست ان شاء الله. مرسی از شما، مرسی دیگه، وقت دیگه.